گزارش‌های منتشره در رسانه های ایران حاکی است که شورای نگهبان اعتراض حسن خمینی به رد صلاحیت خود برای انتخابات مجلس خبرگان را وارد ندانسته و او را بار دیگر رد صلاحیت کرده. خبرگزاری ایسنا نیز به نقل از کانال تلگرامی حسن خمینی نوشته است یکی از نزدیکان بیت امام هم رسما عدم احراز صلاحیت حسن خمینی از سوی شورای نگهبان جهت شرکت در پنجمین انتخابات خبرگان رهبری را اعلام و دلایل عدم احراز صلاحیت اعلامی از سوی آن نهاد را استناد به بند ب ماده سه قانون اعلام کرد اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد احراز نگردید شورای نگهبان که مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان در جمهوری اسلامی است درباره علت این رد صلاحیت اظهار نظر نکرده است سید حسن خمینی نیست هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده پیشتر منابع خبری از قول افراد نزدیک به شورای نگهبان علت رد صلاحیت نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی را حضور نیافتن در آزمون علمی خبرگان عنوان کرده بودند ولی نزدیکان حسن خمینی دعوت از وی را تکذیب کرده و خود این نامزد انتخابات خبرگان خبر یاد شده را خلاف واقع خوانده بود حسن خمینی روز نهم بهمن ما ضمن ابراز تعجب از رد صلاحیتش اعلام کرد بعید است اعتراض به این تصمیم مسیری جدید را بگشاید اما تنها با توجه به درخواست عمومی مردم و برخی بزرگان حوزه و سیاست به عدم احراز صلاحیت خود اعتراض خواهد کرد رد صلاحیت حسن خمینی واکنش های زیادی را در رسانه های ایران برانگیخت. ولی تندترین واکنش از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت نظام ایران صورت گرفت که روز دوازدهم بهمن خطاب به شورای نگهبان گفت خود شما صلاحیتتان را از کجا آورده اید رد صلاحیت حسن خمینی به دلیل شرکت نکردن در امتحان اجتهاد در حالی صورت گرفته که به گزارش رسانه های ایران تعداد دیگری از نامزدهای حضور در این انتخابات بدون شرکت در امتحان صلاحیتشان تایید شده علی پور علی مطلق دبیر ستاد انتخابات ایران روز چهارشنبه 21 بهمن ماه گفته شورای نگهبان پس از اعلام شکایت کاندیداهای رد صلاحیت شده اسامی 161 نفر را به عنوان لیست نهایی منتشر کرده در حالی که چهره اصلاح طلب اعلام کردند تلاش حسن روحانی برای تایید صلاحیت 270 نامزد آن نتیجه نداشته قایم مقام وزیر کشور با اشاره به تایید صلاحیت حدود 51 درصد نامزدهای انتخابات مجلس تغییر در میزان تایید صلاحیت ها را قابل توجه دانسته. حسین علی امیر روز سهشنبه 20 بهمن ماه در یک نشست خبری گفته شورای نگهبان 6175 نامزد یعنی 51 درصد نامزدها را تایید صلاحیت و 5252 نامزد را رد صلاحیت کرده. با مقایسه آمار اعلام شده از سوی قایم مقام وزیر کشور و در صد کاندیداهای رد صلاحیت شده در دورهای قبل انتخابات مجلس دهم ده بیشترین نسبت رد صلاحیت را به نسبت دورهای پیشین خواهد داشت در همین حال قایم مقام وزیر کشور اعلام کرده در میان نامزدهای تایید صلاحیت شده از سوی شورای نگهبان هم اصولگرا هم اصلاح طلب و هم اعتدالی ها وجود دارند گفته های قائم مقام وزارت کشور در حالی بیان شده که برخی چهره های اصلاح طلب از جمله محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان گفتند تعدادی از کاندیدای اصلاح طلب پس از رایزنی ها تایید صلاحیت شدند اما رایزنی ها برای تایید صلاحیت چهره های شاخص اصلاحات موفق نبود در همین حال اشرف بروجردی رئیس مجمع زنان اصلاح طلب به وبسایت نامه گفته است رایزنی های حسن روحانی برای تایید صلاحیت 270 نامزد رد صلاحیت شده بی نتیجه بود است. شعابدین چاوشی معاون سیاسی استاندار تهران نیز در مصاحبه با شماره روز سهشنبه روزنامه اعتماد اعلام کرده شورای نگهبان اعلام نتیجه بررسی صلاحیت 56 نامزد بلا تکلیف حوزه انتخابیه تهران را به 27 بهمن ماه آخرین مهلت قانونی این شورا مکول کرده است. آقای چاوشی با ابراز بی اطلاعی از وضعیت این نامزدها گفته است اخبار غیر از تایید صلاحیت برخی از آنها حکایت دارد با این حال قایم مقام وزارت کشور گفته تنها هفت کاندیدا بلا تکلیف هستند وزیر دفاع ایران از ارتقاء موشک بالستیک اماد خبر داد و اعلام کرد نسخه دوم این موشک سال 95 تحویل سپاه پاسداران می شود. آزمایش موشک اماد در مهر ماه امسال واکنش سازمان ملل و تشدید تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را به دنبال داشت. حسین دهقان وزیر دفاع در گفتگو با شبکه دو تلویزیون دولتی ایران که سه شب 20 بهمن پخش شد گفت موشک اماد تولید انبوه می شود در مرحله بعدی این موشک در دقت اصابت بهینه می شود. وی ساخت و آزمایش این موشک را برای بازدارندگی دفاعی دانست و گفت ما تست اماد را برای این انجام دادیم که نشان دهیم برنامه دفاعی ما تعطیل نمی شود و فعالیتمان ادامه دارد. آزمایش موشک اما در مهر ماه امسال با واکنش کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا روبرو شد که این اقدام جمهوری اسلامی را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل میدانند. بر اساس قدنامه یاد شده که تیرماه امسال و به منظور تایید برجام میان ایران و شش قدرت جهانی صادر شد از ایران خواسته شد تا هشت سال بعد از اولین روز اجرای برجام از هر گونه فعالیت مربوط به موشک های بالستیکی که قابلیت حمل سلاح را دارند اجتناب کند از جمله به کارگیری تکنولوژی مربوط به این موشکها. یک تیم ناظر بر تحریم های ایران در سازمان ملل آذر ماه امسال موشک بالستیک اماد را در رده موشک های با قابلیت حمله کلاهک هسته ای ارزیابی کرد این تیم در گزارش خود اعلام کرد موشک که بتوانند بار مفید 500 کیلوگرمی را تا برد 300 کیلومتر حمل کنند موشک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته ای به شمار می روند. تیم ناظران سازمان ملل ارزیابی کرده است که برد موشک اماد بیش از هزار کیلومتر و قابلیت حمل بار مفید آن نیز بیشتر از هزار کیلوگرم است. ایالات متحده کمتر از یک روز پس از اعلام آغاز اجرای برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، یازده شخص حقیقی و حقوقی را در ارتباط با برنامه موشکی ایران به فهرست تحریم‌های آمریکا افزود. اما وزیر دفاع ایران همچون سایر مقام های جمهوری اسلامی در سخنان سهشنبه شب خود گفت که آزمایش موشک اماد را نقض برجام و قطنامه شورای امنیت سازمان ملل نمیدانیم زیرا هیچگاه در جمهوری اسلامی ایران فعالیت هستهای غیر صلحآمیز مطرح نبوده و نیست در دکترین دفاعی ما بنای ما کمترین آسیب به افراد انسانی است آقای دهخان همچنین از آغاز روند تحویل سامانه دفاعی S-300 از سوی روسیه خبر داد و گفت هیئت آموزشی ما در مسکو است و هفته آینده برمیگردد تیم تعمیر و نگهداری هم به مسکو می رود. وی افزود سیستم بندی شده و در حال انتقال است. بخشی از سامانه سه ماهی اول سال میلادی تحویل می شود و بخش دیگری دو سه ماه بعد. روسیه و ایران در سال 2007 قرارداد خرید 5 سامانه اس 300 را امضا کردند اما در پاییز سال 2010 و تحت تاثیر تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران دمیتری مدودف رئیس جمهوری وقت روسیه فروش این سیستم ها را به حالت تعلیق درآورد با این حال در فروردین امسال و پس از پدیدار شدن نشانه هایی از احتمال توافق هسته‌ای با ایران ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در فرمانی ممنوعیت فروش سامانه s به ایران را لغو کرد موشک ضد هوایی S-300 قادر است هواپیماها را در فاصله 150 کیلومتری هدف قرار دهد و قابلیت رهگیری 100 هدف را به صورت همزمان دارد. وزیر دفاع ایران در بخش دیگری از سخنانش همچنین به خرید سایر تجهیزات نظامی روسی اشاره کرد و به طور خاص از جنگنده های سخوی سی نام برد که قرارداد آن در حال تنظیم است. سخوی سی یک جنگنده دو موتور است که برد عملیاتی آن 1500 کیلومتر است و قابلیت انجام معمولیت های هوا به هوا و هوا به زمین را دارد، این جنگنده همکنون در نیروی هوایی هند، چین، روسیه، ونزوئلا، اندونزی و چند کشور دیگر به خدمت گرفته شدند. چند روز است به قول معروف روابط میان ترکیه و امریکا تا حدی شکراب شده آن هم بابت نزدیکی مقامات امریکایی به کردهای سوری. در تازه ترین رویداد وزارت خارجه ترکیه جان باس سفیر امریکا در آنکارا رو احضار کرده و به شدت از موضع امریکا در قبال حزب کردی پیده سوریه انتقاد کرده احضار سفیر امریکا از سوی مقامات آنکارا در واقع پس از آن صورت گرفت که جان کربی سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفته بود از نظر ما پیده یک گروه تروریستی نیست مولود اغلو وزیر خارجه ترکیه هم در واکنش به این موضوع گفته که امریکا باید تصمیم بگیره که ما رو به عنوان شریک انتخاب میکنه یا تروریست ها رو اما هفته پیش همزمان با مذاکرات صلح ژنو برت مکگورگ نماینده ویژه باراک اوباما در ائتلاف ضد داعش به همراه یک هیئت سیاسی امریکایی به شمال سوریه سفر کردند و با مقامات کرد سوری دیدار و گفتگو بو کرده بودند که این موضوع شدیداً موجب خشم رهبران ترکیه از جمله آقای ارغان رئیس جمهور این کشور شده بود چرا که ترکیه در واقع حزب کوری پیده سوریه رو یک گروه تروریستی و همدست با پیکاکا میدونه آقای ارغان که از این دیدار بسیار خشمگین بود در انتقادی تند از مقامات امریکایی گفته بود که امریکا بین ما و تروریست ها باید یکی را انتخاب بکنه. اما خبر دیگان که احمد داود اغلو نخست وزیر ترکیه روز گذشته ته سخنرانی در پارلمان این کشور یک بار دیگه اعلام کرده که دولت و کشورش از هیچ مونه کمک و یاری به آوارگان سوری دریغ نخواهد کرد آقای داود اغلو گفته اگر به همین شکل بمباران های روسیه و حملات ارتش حسد ادامه داشته باشه باید انتظار ورود یک میلیون آواره سوری جدید رو به ترکیه داشته باشیم نخست وزیر ترکیه گفته ما اطلاعات تک تک جنگنده های روسی رو در اختیار داریم که چه مناطقی رو هدف قرار دادن و این اطلاعات به جز ما در اختیار امریکا و سازمان ملل متحد هم هست به گفته آقای داوودغلو از 6000 سرتی پرواز جنگنده های روس 90 درصد آن نظامیان و موازه مخالفین میان روی اسد رو هدف قرار داده اما این سخنان آقای داود اغلو و سخنان شبیه به این از سوی دیگر مقامات ترکیه رو در این چند روزه در حالی میشنویم که ده هزار آواره سوری که اخیرا به دلیل تشدید درگیری ها در حلب به سمت ترکیه گریختن همچنان در انتظار ورود به این کشور هستند و به نظر میرسه ترکیه تمایل داره با توجه به شرایط به وجود آمده جامعه جهانی رو در عمل انجام شده قرار بده تا با ایجاد یک منطقه حائل در شمال سوریه موافقت بشه شماری از شرکت های بیمه دریایی به نقل از منابع محلی اعلام کردند عربستان سعودی و بحرین مانع از ورود کشتی‌های های حامل پرچم ایران به آبهای منطقه خود شدند اقدامی که میتواند به افزایش تنش میان تهران و ریاض بیانجامد. خبرگزاری رویترز گزارش داد ایران در پی افزایش صادرات نفت خود است و با وجود لغو تحریم ها از بخش های بانکی و بیمش در ماه گذشته در چارچوب توافق ای همچنان با موانع بیمه و مالی روبروست بعید است که جلوگیری از ورود کشتی های ایران به برخی بنادر در خلیج فرس به تجارت بین المللی آسیب بزند اما ابهام ها بر سر موانع تجاری پیش روی تهران افزایش می‌یابد. رویترز می برخی از شرکت های بیمه به نقل از منابع محلی و خبرنگاران اعلام کردند عربستان سعودی و بحرین مانع از ورود کشتی های حامل پرچم ایران به آبهای منطقه خود شدند شرکت نروژی بیمه دریایی گارد اعلام کرده بحرین حتی به کشتی هایی که بنادر ایرانی جزء سه آخرین بندری باشند که در آن توقف کردند اجازه ورود به آبهای منطقه خود را نمی‌دهد مقام های عربستانی و بحرینی هنوز درباره این خبر اظهار نظر نکردند. از سوی دیگر شرکت بیمه دریایی وست آف انگلند اعلام کرده چنانچه یک کشتی ایران جزء یکی از آخرین سیستگاه یک کشتی باشد بحرین به این کشتی اجازه ورود به آبهای منطقه خود را نمی داد. دیگر شرکت های بیمه دریایی هنوز چنین اعلامی نداشته و نگفتند که آیا دستور های جدیدی در این باره وجود دارد یا خیر؟ در حالی که شرکت های نفتی اروپایی همچون انی ایتالیا و توتال فرانسه در پی خرید نفت از ایران هستند اما به نظر میرسد شرکت های بیمه دریایی همچنان از تحریم های آمریکا نگرانند همزمان با این تحولات چند دادگاه جداگانه در امارات متحده عربی رسیدگی به پرونده سه متهم به ارتباط با حزب الله لبنان و 23 متهم همکاری با القاعده را آغاز کردند. بحرین هم 11 نفر را به تشکیل گروه تروریستی متهم کرده و میگوید با ایران در ارتباط بودند. احمد دو دادستان کل بحرین گفته است از این گروه مواد منفجره و تسلیحات کشف شده و آنها آموزش های تروریستی دیدند به گفته آقای حمادی چهار نفر از مزنونان در آموزشگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و حزب الله تعلیم دیدند همزمان خالد باها معاون رئیس جمهوری یمن اعلام کرده عامل ادامه جنگ در کشورش دخالت های جمهوری اسلامی است و حوسی ها خود تصمیم گیرنده نیستند بلکه تابع تصمیمات ایران هستند به تاکید کرده اگر تنش در یمن یمن یمنی بود میشد آن را از راههای سیاسی و قبیله‌ای حل کرد معاون رئیس جمهوری یمن تصریح کرده اما اکنون وضعیت متفاوت است گروه ها خود تصمیم نمی گیرند دخالت جمهوری اسلامی بسیار واضح است و این بازی بدی است که با کمال تاسف ایرانی ها انجام می دهند جمهوری اسلامی ایران از حسیها ها در یمن حمایت می کند آقای بها در این حال تصریح کرده به گفتگوهای سیاسی علاوه بر عملیات نظامی با هدف به ثمر نشاندن راحل سیاسی ادامه خواهیم داد بیش از 80 درصد از سرزمین های یمن در کنترل ماست و در آستانه ورود به صنعا پایتخت یمن هستیم معاون رئیس جمهوری یمن با اشاره به اینکه وضعیت در کشورش بسیار دشوار است گفته می توانیم بر پایه استراتژی جدید برای خروج از بحران کشور عمل کنیم دورنمایی برای بازسازی کشور و بازگرداندن یمن به وضعیت طبیعیش را داریم جیمز کلاپر رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا در ارزیابی سالانه از خطرات امنیتی که این کشور را تهدید میکند اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران هنوز هم در سطر فهرست حکومت های حامی تروریسم قرار دارد آقای کلاپر روز سهشنبه بیستم بهمن ماه در بیانیه‌ای که برای ارائه به کمیته نیروهای مسلح مجلس سنا تهیه شده است گفت گروه های وابسته به با القاعده کماکان فعالند و خطرات ناشی از حملات سایبری چین، روسیه و کره شمالی ادامه خواهد یافت. رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا با تاکید بر اینکه توافق جامعه اتمی ایران شفافیت بسیار بیشتری از ماهیت برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی فراهم کرده است، تصریح کرد تهران به تعهدات خود در توافق پایبند بوده و با اجرای آن در ماه گذشته روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور نیز آغاز شده است. آقای کلاپر گفت با این حال ایران همچنان حامی تروریست بوده و عاملی در بروز بی در منطقه از طریق حمایت از گروه های نیابتی خود مانند حماس و حزب الله است و سال 2015 در بحرانهای سوریه و یمن نقش عمده ای داشته است این مقام اطلاعاتی آمریکا تاکید کرد رهبر جمهوری اسلامی نیز همچنان ایالات متحده را تهدید علیه خود میداند و نشانه ای از تغییر در این مواضع او مشاهده نشده است رئیس اداره اطلاعات ملی آمریکا همچنین هشدار داد گروه های اسلامگرای تندرو به حمله به منافع آمریکا در خارج ادامه خواهند داد و حملاتی که از سوی تروریست های ساکن آمریکا انجام می شود بزرگترین خطر این گروه ها در داخل کشور خواهد بود آقای کلاپر گفت این تصور که حملات تروریستی اسلامگرایان خشونت طلب ساکن اروپا و آمریکا نتیجه موفقیت آمیزی داشته ممکن است دیگران را تشویق کند تا حملات فرصت طلبانه مشابهی انجام دهند این حملات بدون هشدار یا با هشدارهای ضعیفی صورت میگیرد و ممکن است توانایی ما برای تشخیص برنامه ریزی و آمادگی تروریست ها را کاهش دهد جیمز کلپر تأکید کرد دخالت گروه موسوم به خلافت اسلامی در حملات تروریستی داخل کشور احتمالاً به خاطر روش های پیشرفته رسانه این گروه و بدون ارتباط و یا راهنمایی های مستقیم توسط رهبری آن ادامه خواهد یافت. اداره اطلاعات ملی آمریکا هر سال بر اساس اطلاعاتی که از سوی تمام نهادهای امنیتی آمریکا جمعآوری می شود، یک ارزیابی جامع از تهدیدهای امنیتی را به کنگره ارائه می کند. آقای کلپر همچنین گفت کره شمالی تأسیسات قنیسازی اورانیوم خود را توسعه داده و راکتور تولید پلوتونیوم را بار دیگر فعال کرده است که می تواند ظرف چند هفته یا چند ماه مواد اتمی لازم برای ساخت سلاح اتمی را تهیه کند وی با اشاره به اعلام کره شمالی در سال 2013 مبنی بر بازسازی و آغاز به کار تاسیسات اتمی اعلام کرد کره شمالی تأسیسات تا قنیسازی اورانیوم خود در یونگ بیون را توسعه داده و راکتور تولید پلوتونیوم را در آنجا فعال کرده است کارشناسان اتمی آمریکا برآورد کنند که کره شمالی هم اکنون ده بمب هسته‌ای در اختیار دارد که این رقم می‌تواند تا سال 2020 به 20 تا 100 بمب افزایش پیدا کند در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشایر آمریکا در روز سهشنبه نهم فوریه در حزب دموکرات سناتور برنی سندرز با پشت سر گذاشتن هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ با شکست رقبای جمهوریخواه خود به پیروزی رسیدند. در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در نیو همشایر و با شمارش نزدیک به چهل درصد آرا دونالد ترامپ با 34 درصد اول جان کیزیک فرماندار ایالت اوهایو با 16 درصد آرا دوم و تد کروز با 12 درصد آرا سوم شدند. این نتایج با نظرسنجی های پیش از انتخابات همخانی دارد و یک پیروزی چشمگیر برای دو نامزدی است که شعارهایشان بر محور ارائه بینشی خارج از جریان اصلی سیاسی آمریکا می گردد. نیو همشار دومین ایالتی است که در مرحله مقدماتی پس از آیووا رأی میدهد آقای ترامپ در رأیگیری ایالت آیووا رقابت را به سناتور اهل تگزاس تد کروز واگذار کرده بود آقای سندرز هم آیووا را به فاصله بسیار اندک به خانم کلینتون باخته بود هیلاری کلینتون ضمن پذیرش شکست گفته است که دلایل نتیجه به دست آمده در انتخابات نیو همشار را مورد بررسی قرار خواهد داد. وی به آقای سندرز تبریک گفت اما افزود که برای تک تک آرا در مرحله مقدماتی خواهد جنگید. رسانه های خبری آمریکا حضور و مشارکت مردم در این انتخابات مقدماتی را بالا توصیف کردند. به گزارش CNN، شمارش اولیه ی آرای حزب دموکرات نشان می‌دهد که برنی سندرز 59 درصد آرا و هیلاری کلینتون 39 درصد آرا را به خود اختصاص دادند. این نخستین پیروزی دونالد ترامپ در رقابت‌های درون حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری 2016 است. انتخابات برای تعیین نامزد نهایی هر حزب در برخی ایالتها از جمله در آیووا به صورت گرد همایی هواداران حزب و در برخی دیگر از ایالتها به صورت انتخابات مقدماتی مانند نیو همشایر با رأی مستقیم شهروندان برگزار می شود. نیو همشایر علا رقم ابعاد کوچکش نقش مهمی در رأیگیری مقدماتی بازی می کند چون نامزدها می آن را سکوی پرشی برای پیروزی های آینده کنند رقابت های بعدی دو ایالت کارولینای جنوبی و نوادا خواهد بود فرماندهی نیروهای مشترک عراق اعلام کرد مناطق شرق شهر رمادی مرکز استان الانبار به طور کامل از حضور شبه نظامیان داعش پاکسازی شده است. بنابر این گزارش جاده اصلی مرتبط کنندی رمادی به بغداد نیز باز شده است بر اساس بیانیه ای که تلویزیون دولتی عراق روز سهشنبه بیستم بهمن پخش کرد در عملیات پاکسازی رمادی نیروهای سازمان مبارزه با تروریسم لشکرهای هشتم و نهم پلیس الانبار و نیروهای الهشت شعبی شامل شبه نظامیان شیعه شرکت داشتند بنابراین بیانیه نیروهای مشترک اراقی چند منطقه از جمله شهرک های خصیبه الشرقیه واقع در ده کیلومتری شرق رمادی را از شبه نظامیان بازپس پس گرفتند همچنین هزاران تن از شهروندان از مناطق درگیری به مناطق امن منتقل شدند حدود دو ماه پیش دولت عراق پیشروی علیه شبه نظامیان حکومت اسلامی را در شهر رمادی اعلام کرد آن هنگام نیروهای عراقی مرکز شهر رمادی و مناطق مرتبط با آن در شمال غرب و جنوب را به کنترل خود درآوردند اما مناطق شرقی در تصرف شبه نظامیان باقی ماندند رمادی نخستین شهر بزرگ عراق است که پس از آغاز حملات هوایی اعتلاف بین الملل به رهبری آمریکا به تصرف شبه نظامیان حکومت اسلامی درآمد در بیانیه ارتش عراق آمده است نیروهای این کشور مناطقی را از شبه نظامیان حکومت اسلامی بازپس گرفتند که شهر رمادی را به پایگاه الحبانیه مرتبط می کند نیروهای اطلاف بین الملل در این پایگاه مستقر هستند پیش های روز سهشنبه باعث تنگتر شدن محاصره شهر فلوجه یکی از پایگاه های داعش می شود که میان رمادی و بغداد قرار دارد تلویزیون دولتی عراق پیش از این گزارش داده بود که 54 و چهار تن از نیروهای ارتش در حملات مختلف شپنزامیان حکومت اسلامی در استان الانبار کشته شدند. بنابر این گزارش هجده تن از نیروهای ارتش عراق در درگیری با شپ نظامیان در منطقه جویبه و حسیب الشرقیه واقع در شرق رمادی کشته شدند هزاران سرباز ارتش عراق در یک پایگاه نظامی در منطقه مخمور در شمال عراق مستقر شده و خود را برای عملیات بازپسگیری موسل از شپ نظامیان حکومت اسلامی آماده می کنند موسل پایگاه اصلی حکومت اسلامی در عراق به شمار می آید خبرگزاری فرانسه به نقل از مسئولان نظامی عراقی گزارش داده است که واحدهای ارتش استقرار در این پایگاه نظامی را آغاز کردند بنابر این گزارش هدف اولیه عملیات قطع خطوط امدادی شبه نظامیان مستقر در موسل با مناطق کرکوک، الهویجه و بیجی خواهد بود پلیس تایلند اعلام کرد سردسته ایرانی یکی از بزرگترین و موفقترین گروه های جعل کننده گذرنامه در این کشور را دستگیر کرده است. پلیس تایلند روز چهارشنبه 21 بهمن ماه اعلام کرد پنج سال در پی این گروه و سردسته آن بوده است. پلیس تایلند نام سردسته این گروه را حمید رضا جعفری عنوان کرده که 48 سال است و به دکتر شهرت داشت. در عملیات پلیس شش شهروند خارجی بازداشت شدند. بنابر گزارش ها حمید جعفری کارهای خود را در خانهش در استانی در شرق بانکوک انجام میداد. روزنامه بانکوک پست با انتشار تصویری که مزنون بازداشت شده را نشان میدهد، نوشته است عملیات پلیس در روز دوشنبه گذشته یکی از بزرگترین گروه های جائل گذرنامه در تایلند را متلاشی کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از فرمانده پلیس امور مهاجرت در آن کشور نقل کرده که سازمانهای امنیتی گوناگونی به ویژه از اتحادیه اروپا و ژاپن در جستجوی این شهروند ایرانی بودند پنج شهروند خارجی دیگری که بازداشت شدند پاکستانی هستند یک افسر پلیس به خبرگزاری فرانسه گفته گذرنامه های جفری با کیفیت ترین در بازار به شمار می رفت و عمده مشتریان او نیز ایرانی، سوری و عراقی بودند. این گذرنامه ها حدود 2300 دلار قیمت داشتند. پلیس میگوید در یورش به خانه حمیدرضا جعفری نزدیک دویست گذرنامه پیدا کرده که بیشتر آنها تقلبی بودند و بعضی از آنها نیز از جهانگردان دزدیده شده و جعل شده بودند هر ساله هزاران گذرنامه در تایلند گم یا دزدیده می شود و این کشور از مراکز اصلی تهیه گذرنامه های تقلبی در آسیا به شمار می رود.